اخبار حاکی از رها کردن 3 بیمار کم بضاعت توسط آمبولانس های وابسته به مراکز بیمارستانی در مناطق کم تردد در روزهای گذشته انعکاس گسترده‌ای در سطح رسانه‌های کشور داشته است. انتشار این اخبار بار دیگر توجه افکار عمومی را به افزایش مشکلات درمانی قشر کم درآمد ایران جلب کرده است. در ارتباط با بحران‌های موجود در سیستم بهداشت و درمان ایران، گفتگویی را انجام دادیم با آقای نورالدین پورمعزن، مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ششم و هفتم که با هم میشنویم. آقای پیرمعزن، به عقیده شما اتفاقاتی مثل رها کردن بیمارا در مناطق دورافتاده رو باید موارد استثنایی تلقی کرد یا اینکه اونا رو باید تنها نمونه هایی از موارد زیاد مشابهی دونست که تصادفا مورد توجه رسانه ها قرار گرفتن؟ صحنه های تلخی رو که ما در روزهای اخیر شاهد بودیم، شکل عهدان حوادث تلخ و ناگواری است که در بیمارستان های کشور اتفاق می افته و در واقع به نوعی دست رد گذاشتن بر سینه بیماران نیازمندی که به لحاظ عدم توانایی مالی از درمان کافی برخوردار نیستند. پر واضحه اصولا بیمارستان ها قانون‌های امنیت و آرامش هستند برای بیمارانی که نیازمندند و این شکلی که خودش رو بروز داد بار دیگر بر بیمار بودن اقتصاد درمان در کشور دلالت کرد و اینکه هنوز بیماران ما و مخصوصا بیمارانی که نیازمندند از یک پوشش درمانی کافی و مؤثر برخوردار نیستند. شما فکر میکنین که گرایش کلی دولت دهم به حذف یارانه ها و کاهش کمک های دولتی به بخش های عمومی و خدماتی ممکنه چه تأثیراتی بر وضعیت بهداشتی و درمانی کشور بذاره؟ ببین، سازمان بهداشت جهانی کشورها رو بر اساس 2 شاخص رده‌بندی و تقسیم بندی میکنه و این شاخص ها نشون میده که دولت ها چقدر برای تأمین سلامتی مردم خودشون حساس هستن. یکیش سهم سلامت هست از درآمد ناخالص ملی که در کشور ما 7.2% هست در آخر برنامه و دومیش هم سهم مردم هست از هزینه های درمانی خودشون که متاسفانه در کشور ما 60% هست. 2 شاخص فوق کشور ما رو در بین کشورهای دنیا ردش رو بین 98 تا 113 در نوسان نشون میده. به عبارت دیگر معنی و مفهوم اون این هست که اقتصاد درمان بیماره و مخصوصا تصمیم گیرندگان سیاسی کشور برای سلامتی مردم و مخصوصا برای پوشش کامل بیمه درمانی اقدام مؤثر را انجام ندادند. طبیعه بعد از آزادسازی اقتصاد و بعد از واقعی شدن نرخ هزینه های درمانی در کشور، مطمئنا بیمارستان ها بیش از پیش فشار رو بر دوش بیماران خودشون تحمیل خواهند کرد و در این بین بیماران، مخصوصا بیماران ناتوان، صدای خودشون به گوش مسئولین کشور رسانده خواهد شد. به عبارت دیگر، اگر ما مجموعه حقایقی رو که امروز در فضای درمان کشور میبینیم نشون میده که مشکل در درون وزارت بهداشت نیست، مشکل در نگاه تصمیم گیرندگان سیاسی کشور هست برای مقوله درمان و از سوی دیگر اون اتفاقی هم که در مجلس ششم، اتفاق در واقع مبارکی که شکل و وزارت رفاه رو ما تأسیس کردیم تا یک پایگاه و یک کانونی باشه برای دفاع از بیماران و پوشش بیمه همگانی برای تک تک ایرانیان، متاسفانه وزارت رفاه هم بعد از گذشت 6 سال از تأسیسش هنوز به رسالت خودش عمل نمی‌کنه و بنابراین بیماران رو ما رها شده در فضای درمانی کشور می‌بینیم که متاسفانه برای مسئولین هیچ کشوری زیبنده نیست که بیماران اینجوری در کشور رها شود و البته ناگفته نمانند. این شکلی بود که در تهران خودش رو نشون داد و اگر شما به مناطق محروم و در بیمارستان‌های نقاط محروم کشور سر بزنین، این حوادث برای مردم ما و مخصوصا بیماران نیازمند به شکل دیگری ملموس است و برخورداری از درمان کامل
یک حقوق اولیه انسان ها و حقوق اساسی مردم هست و یکی از اولویت های دولت ها هست که متاسفانه در کشور ما علی‌رغم الزام قانون اساسی چنان درمان از جایگاه خاصی برخوردار نیست و هنوز کشور فاقد سیستم درمانی و بیمه همگانی موثر و کارآمد هست برای تک تک کسانی که در این کشور زندگی می کنند. متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین.